خب آیا رجبپور میدونید که ما الان میخوایم کار فرهنگی بکنیم یعنی خب منو نمیندازیم بیرون نه داستان <تصفح> چی بود داستان بزا از اینجا اصلا شروع بکنیم چیه اون داستان اون مصاحبه ای که این همه سر و صدا به پا کرد پای گزاره یک جنجال بزرگ بوده. داستان عجیب شد که بگیم ببینید ما بعد از معرفی آقای حامد همایون برای معرفی حامد همانی پرس کنفرانس داشتیم که یکی از شلوغ ترین پرس کنفرانس ها از نظر جمعیت خبرنگار بود اه. کنفرانس خیلی داغی بود چون که دوستان خبرنگار با هم هماهنگ کرده بودن عجیب ترین سوال هایی رو که تو دلشون مونده بوده شاید کسی دیگه ای بهشون جواب نمیدادن اونجا از من بپرسن اه. شاید سراحت بیان شاید دلایل مختلف همگی با همدیگه دست به دست هم دادن تا از مافیا استثمار نمیدونم همه چی سوال بپرسن من هم استقبال میکردم مثل اینکه امروز هم از شما هر سوالی بپرسی استقبال میکنم دریغ نمیکنم از جواب دادنش امکان داره باز هم همون فضا دوباره شکل بگیره من داشتم نقل خاطره میکردم که دقت کنین که من در یک مجموعه کلاس هایی که برگزار میکنم در قالب انتقال تجربه به عنوان راهکارهای موفقیت در موسیقی ابتدای جلسه میگم که دوستانی که تشریف آوردن برای این کلاس غالبا هنرمندهایین که یا خوانندن یا خواننده آهنگسازن یا خواننده شاعرن همه هنرمندن یک پتانسیل هنری یا خودشون یا دارند یا حس میکنن دارن یا خاله مادر بهشون گفتن نه تو هنرمندی خب <applause> اول کلاس رو اینطوری شروع میکنم من که دوستان محترم اصلا بیاین ما قالب هنرمند بودنمون رو بذاریم کنار بگیم که ما میخوایم یه محصول تولید کنیم اصلا این محصول الان در مورد فرهنگ و هنر و موسیقی در موردش باش حرف نمیزنیم برای اینکه شما یک محصولی تولید کنین که بتونین در بازار فروش اون محصول موفق باشین باید یه دسته از فاکتورها و معلفه ها رو رعایت کنین شامل این که اول خوب تحقیق کنین که آقای از این محصول چه مدل هایی وجود داره با چه متریالی تولید شدن اینا پلاستیکیش وجود داره شیشه ایش وجود داره آهنیش وجود داره هر کدوم از این محصولات چه قشر از جامعه استفاده میکنن برای چه گروه سنیه اینا بخش های سخت افزاریشه طراحی میکنیم که خب اول تحقیق میکنیم آقا چه چیزهایی وجود داره بعد طراحی میکنیم که آقا ما اگه قراری محصول ببریم توی بازار به عرضه و به نمایش بذاریم باید بعد از تحقیق درست خوب طراحی کنیم شبیه اونا نباشیم مثل بعضی ها نشیم که مثلا یه کسی قدیما اسم شرکت ها رو یه ایران میذاشن اولش برای اینکه فکر میکردن خیلی تیز میشه خیلی همین اسم باید باشه <applause> بعد و بعد باید مخاطب شناسی کنیم چه گروه سنی چه رنگی شما نمیتونی بگی آقا من یه چیزی که وقتی برای دختر بچه ها میخوام درست کنم سرمه ایش میکنم بهتر صورتیش کنم برعکس برای پسرا باید سرمه ایش کنم باید قهوه ایش کنم داشتم توضیح میدادم که آقا من نقل خاطره میکنم من در این کلاس ها این کار رو میکنم بعد این بخش <applause> رو کنار از, کی از, خو از خودم گفتم آقا ما وقتی میخوایم این کلاس ها رو برگزار کنیم ابتدای کلاس میگیم آقا اصلا این موضوع رو بذاریم کنار برای چی اومدیم اول بریم روی بخش فنی این که برای اینکه یک محصول خوب تولید کنیم هر محصولی این محصول این محصول این, محصول، این بشقابه اون فنجونی که جلوی شماست هزاران هزار فنجون این شکلی وجود داره اونی که اینو طراحی کرده برای اون خط وسطش فکر کرده نگاه کرده که چه اندازهای فنجون هست چه تیپی چه رنگی کجا استفاده بشه مخاطبش چه سن و سالی هن؟ و جامعه شناسی داره کلی موضوع داره پس دوستان از نظر من کسی که صرفا برای کار فرهنگی هنری اومده بلند بره بیرون آ یعنی اول شما درآمدزایی براتون مهمه نه ب... من داشتم میگفتم برای تولید هر محصولی اول شما باید به تاریخ تولید اون محصولات برسی یعنی اول شما لازم نیست فن بلد باشی خواننده موفقی بشی بله درست درسته بله. باید یک مجموعه معلفه بلد باشه حالا همونی میاریم تو هنر اون محصول امکان داره جان نداشته باشه شما فنجون از دست این بشکنه بگید فده سرت محصوله حالا محصول هنریه احساس توش درگیره بعد علاوه بر همه اون محلف هایی که گفتیم باید اون قسمت احساس و مخ... درگیری با مخاطب هم در نظر بگیرین پس دقت کنیم میگیم آقا ما باید کسی که کار هنری میکنه من همیشه میگم خانندهی که قراره با من کار کنه بعد پنجاه سال تاریخ موسیقی بلد باشه پنجاه سال گذشته رو اگه دقت کرده باشید قالب هنرمنده که با من کار کردن گفتن رجبور به ما این نسخه داده اون نسخه از اینجا شروع میشه که من برای اینا میگم آقا ما پنجاه سال پیش موفقیت در موسیقی با چه فکت هایی بوده پنجاه سال پیش که موسیقی در این مملکت اونیسون بوده چرا مردم دوست داشتن خواننده با شیش صدا باشن تا حالا این فکر کردین برای اینکه مردم قالب آنچه که از بیرون به گوششون میرسیده صدای گل و بلبل و شهرنشینی به این شکل نبوده 50 سال پیش اینقدر ماشین نبوده دود و سر و صدا و بقیه اتفاقات نبوده آدمها از راه رفتن در کوچه باغ ها و خیابون های خودشون یک لذت طبیعی می بردن طرف توقعش این بوده خواننده روبروش براش شیش تونگ صدا بخونه امروز شما پنجره رو وا میکنید همین پنجره اینجا رو وا کنی سرسام میگیری بله پس مردم قسمت میانی گوش شنیداریشون از موسیقی طلب میکنن برای اینه که امروز امروز در ایران به خاطر این مجموعه گرفتاری ها خواننده هایی که گام بالاتری میخونند خب از اقبال خوبی برخوردار نیستن نیست آره من اومدم اینا رو تفسیر کردم آقا در این 50 سال چه اتفاقی افتاده جنگ شده موسیقی رفته به سمت حماسه <applause> انقلاب شده آموزش موسیقی لغو شده شما نمیتونی جامعه امروز ایران با جامعه اتریش یکی کنی ساعت اونا ساعت همه دوازده ده. سال تحصیلشون موسیقی میخونن همه موسیقی دانن یه سوال از شما میپرسم شما خودت هنرمندی هیچ فارغ و تحصیل هنرستان موسیقی پیدا نمیکنی که همه موسیقی هایی که امروز در این مملکت ما فروش میره یا به گوش میرسه یا این همه در موردش حرف میزنن گوش بدن چرا چون اون طرف موسیقی خونده درست ما بزرگترین ضعفی که امروز داریم چیه عدم آموزش صحیح موسیقی هزاران هزار آموزشگاه داریم ولی اون. جواب من نداد اینا همه حرفاتون تو چه درست بود بله. ولی اینکه شما الان یعنی اولویتتون منظورتون از اون صحبتی کردین این بود که من صرفا با منظورم این آه. بود که صرفا کسی که قراره بخونه نه من این آه. و این کلاسه قرار نیست اون کسی که اومده تو کلاس خواننده من بشه قرار نیست من ازش پول در بیارم مه. دارم میگم گفتم اونجا صرفا داشتن استعداد موسیقایی دلیلی بر موفقیت نیست شما اگر قرار باشه موفق بشی فقط... منظورتون از اون جمله این بوده شما بزید. منظور نیست من ببین این مصاحبه یه اتفاقی براش افتاده ام. این مصاحبه یک مصاحبه 90 دقیقه‌ای بوده ام. که بنابر دلایلی خورد شده کلمه کلمه رفته بغل هم چون ام. اینجا ما اون آموزش نمیدیم تو این کلاس ها تو این آها. کلاس ما این آموزش نمیدیم ما به شما آموزش میدیم که شما اگه قراره با خوندن موفق بشی دیده بشی بعد چه چیزایی بلد باشی بعد اون حالا فقا... که الان شما گفتید حالا موضوعی وجود داره اینطور برداشت شد بعد از انتشاری انگار من دارم به, به میگم هر کی میخواد کار فرنگی کنه بره بیرون توی اون تیکه هایی که تو اون مصاحبه اومده بود بیرون یه چیز دیگه هم بود که بحث خیارشور و مواد غذایی اومد وسط چیه جریانش ببین اولا که اون مصاحبه اون پرس کنفرانس از وسطش یه ذره, به، یه ذره به تلخی گرایید اها. اول من باید معذرت خواهی کنم آدم باید جسارت اینو داشته باشه که منو یه جای عصبانی کردند و شاید من یه ذره زیاد روی کردم اه. ولی بریم اصل داستان رو بگم اصل داستان بعد از اینی که سوال از من پرسیدن، آقا شما شما این قراردادایی که میبندین همون موقع می این بحث بودین قراردادایی که میبندین استعماری نیست و فلان و بهمان که براتون توضیح دادم گفتن که حرف این شد که چرا حامد اومایین؟ چرا اسمش حامد اومایینه؟ گفتم آقا ایشون اسمش سید حامد محمودزاده است مثل خیلی از موضوعاتی که در دنیا وجود داره بیان اینکه که کیه که سید حامد محمودزاده ما میایم اینا رو تبدیل میکنیم به یه برند در دنیا شما الان میخوای بری دومین ثبت کنی میگردی دومینی ثبت کنی که دو بیان راحت تر باشی برای معروف شدن این یکی از قواعد و مثلا شاستی های معلفه های معروف شدنه که اسم سهل بیان باشه شما چقدر راحته بگی حامد همایون تا بگی سید حامد محمود زاده داشتم در مورد برندینگ توضیح میدادم که آقا ما یه برندی داریم الان سید حامد محمود زادر تبدیل کردیم به یک برندی متعلق به ترانه شرقی به اسم حامد همایون اومدم توضیح بدم که یه کسی وقتی میره قدمت یک کمپانی مواد غذایی رو شما میره توی فروشگاهی ده مدل از یه محصول مواد غذایی هست برای اینکه دوباره قیاس بین هنرمنده نشه میخوام بذارم کنار شما میره توی فروشگاهی ده مدل مواد غذایی از یه چیزی هست حالا هرچی چی می اسمشو بذار ده تا برند هست میری مثلا اونی که از همه قدیمی تره تعمش و چشیدی مقدار بر... مزه از نظرت خوب خوشمزه تر بوده میری اونو میخری ولی مثلا ده مدل خیارشور هست با برند های مختلف داشتم توضیح میدادم که این یک برندینگ ما برای خوشمزه شدن خوانندمون برای اینکه بتونه مخاطب اینو سهل بیانتر تر باشه یه قطعه دوست داره در حامد همایون یه اتفاق خیلی خوب افتاده یه اتفاق عجیبی افتاد در معرفی حامد همایون خواننده ها به همون نسبتی هنرمندا به همون نسبتی که فاکتوراش اینه که یه خواننده ای اسمش معروفه یه خواننده ای چهرش معروفه یه خواننده قطعش معروفه غالبا اینطوریه که اسم و چهره یه هنرمندی میاد بالا بعد قطعاتش دنبالش میاد بالا در حامد همایون به یک باره یه قطعه ای به اسم به اومد بالا یعنی شاخصه سوم از همه اولتر اومد بالا <applause> حالا بگرد دنبال این که این بهبه ها که خونده همین قطعه چترخیز چون وسطش میگو بهبه چه شبیه یا مثلا امشب چقدر مثلا شب خوبی خواهد بود در کنار معشوق طرف به اسم بهبه اومد بالا نه اسم خواننده اومد بالا نه چهرهش اومد بالا من اونجا توضیح میدادم که برندینگ این جزء قواعد برندینگه اون ناجوان مردی که قرار بوده که بهش معموریت داده بودن برای تخریب من این کلمات رو بذاره کنار بذاره کنار هم یه جوری گذاشته کنار هم که بیننده اون چند ثانیه فکر میکنه من خدا نکرده حامد همایون رو با شور مقایسه کردن در, در اینکه ازن... حامد دوست داشتن و با نمکه شک اون اون آره، اونو آره، 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 آره بزنیم <تصفح> <تصفح> کنار ولی من داشتم در مورد فلسفه برندینگ حالا شما میگم آدم معمولی جلوت نبوده ژورنالیست 70 80 خبرنگار ژورنالیست جلو بودن داری توضیح میدی که آقا این معقول من داشتم دقیقاً اونجا شفاف سازی میکردم در راجع مواد غذایی شما مثال زدی این چیزی بود به ذهنم رسید آقا من یه بار مثلا وسط مصاحبه که دارم حرف میزنم اسم این رو بردم که آقا شما وقتی میخوای بری یه قابلامه تولید کنی نگاه میکنی در شیشه باشه یا نه آقا چند سال ما جواب دادیم که آقا شما چرا اینجا قابلامه توضیح دادی بابا من این به ذهنم رسیده حالا اینجا هم نزدیکترین چیزی که به ذهنم رسید این بود که آقا شما آره داشتم چیز رو میکنم داشتم چیز توی ذهن خودم نگاه میکردم چی چند مدلش دم دستیه <applause> خب فکر این که مثلا تو سوپرمارکت میری همه آدمای عادی میخوام آقا من دارم اینو دارم تعریف میکنم به گوش آدمای عادی برسه عادی ترین اتفاقی که برای هر کسی میفته اینه که ساده ترین کار اینه که آقا مگه بگیم مثلا مکانیکی شاید یه قش بزرگی از خانما نرفته باشن مکانیکی تا من بخوام در مورد در مورد ابزار حرف بزنم ولی در مورد یه محصولی حرف بزنم که تو هر سوپرمارکتی هست قریب به اتفاق آدما رفتن این م... موضوع چه این درد سری شد چرا همه این اتفاق واسه شما میفته ببین یه سواله شاید این باشه که شما خودتونم دوست داشته باشید که هم چیزایی پیش بیاد نه اصلا من ندارم به نظر میرسه یکم ولی آخه باید. باید من یه ذره اگه دوست داشته باشم بعد یه ذره نسبت بهش یه واکنش دوست داشتن هم نشون بدم نه اتفاقا اینو برای ما واسه باعث آبرو شد آخه میدونی چرا من اینو گفتم به خاطر اینکه همیشه هر جایی که هستیم اینه که وقتی که دیدیم مثلا جدیدن همه یه مدت نمیدونم رو چه حساب ولی خب به هر حال میگن آقا مافیای موسیقی بحب. بعد میگه خب خیلی خب کی میگه محسن رجبپور اولین میکنید چرا؟ همین شاید شما خودتون دوست دارید من که دوست ندارم ولی فکر میکنید چرا چرا ببینید برای اینکه من اولین تهیه کننده موسیقی بعد از انقلابم که وارد این عرصه شدم همه کسایی که قبل از من بودن از قبل از انقلاب بودن و همه کسایی که بعد از من اومدن حد اقل و ده سال اختلاف بعد از من اومدن پس یک برهه از یازده سال قبل از خودم تا ده سال بعد از خودم کسی نبوده من بودم و خودم بعد ما در یک برهه بزرگی هیچ کسی به جمع ما اضافه نشد تا روزی که پدیده ای به نام کنسرت در ایران شکل گرفت ما مال اون دوره ایم در دوره هستیم که سالها بعد نه اونجا روزی که میخواستم آریان درست کنم یکی بهم گفت میکشنت چرا خانم میخوای بری روسن انگار که مثلا مقرره که یه رفتار مستحجن روی سن انجام بدیم گفتم ایراد نه اینا میگن یه دونه خانم نمیشه ما اینا سه تا کرد سه تا شدن اتفاقی نمیفته بیشتر کردن که هم نکردین پس اه. یعنی شما میخواد به من بگید که یکی از دلایلی که شاید به شما میگن آقا مثلا مافیا آره آره میگن مافیا به این یه مشکلی بود میشه جان. یه خواهش بکنم, بکنم. یه, یه شما من میخوام از زبان شما یه تعریف بشه آقا تعریف شما از مافیا چیه دو سال پیش از من میپرسن مافیا موسیقی وجود داره مطلق میگفتم نه امروز هم میگم نه چون مافیا کار غیرقانونی میکنه یه چیزی رو بدونن همه ملت بدونن امکان نداره شما بتونی توی بدنه دفتر موسیقی نفوذ کنی امکان نداره بتونی در همه بخش های دفتر موسیقی نفوذ کنی و یه قطعه ای رو همینطوری مجوز بگیری من میگم آقا هر کی میخواد که بر مورد من خواهش میکنم نمیدونم آجزانه خالصانه هر جور که اسمشون میزه هر کی میخواد که در مورد کسی حرف بزنه صرفا میخواد برنامه درست کنن در مورد بر علیه من برنامه درست کنن خدا پدرشون بیامرزه اصلا هیچ ایرادی نداره در مورد شخص من همه ایرادات من برنامه درست کنن از من مثل شما سوال بپرس به هر شکلی که دوست داری <applause> ب... ب... قبل از اینجا قسم دادم گفتم چی بحر. گفتم فکر کن میخوای من محاکمه کنی فکر کن دشمن شماره ای که منی به خدا اگر ناراحت بشم با هم گاب بندی که نکردیم کردیم نه بیشون. آره خدا, وکیلی خدا وکیلی نه. کردیم نه. نه. من آدمی که اگه دو تا چهار صفت دو تا صفت خوب داشتم یکیش اینه که چیزی رو سانسور نمیکنم هم دارم جاییم که اشتباه کنم جسارتشو دارم میام بگم من اشتباه کردم علاقه مندی من به موسیقی برمیگرده به دورانی که خودم رو شناختم شیش هفت سالم بوده مادرم باید یه روزی بگی که چه خاطراتی داره از این کارهای من ولی و این باعث شده من اومدم تو این کار مثلا این علاقه, علاقه شخصی بود. من باعث شده این کار شده و عشق من به این کار باعث شد تا اینکه من این همه سختی الان میرم چیز توی تالار وحدت موقع فکر میکنم این تالار وحدت هفت طبقه است هر طبقهش دو طبقه است چون یه طبقه هیپ داره یه طبقه چیز یعنی 14 طبقه هست. وقتی فکر میکنم که بعضی از سالها من هر روز به, به جز, به جمعه تا یه زمانی پنجشنبه هم باز بود من هر روز روزی ده ها بار اینو میرفتم بالا میومدم پایین برای اینکه سرعت دویدنم از سرعت رفتن اومدن از آسانسور بیشتر بود برای که از طبقه پنجم برم پیش آقای سلمانیان بعد برم بالا طبقه هفتم بعد دوباره بیام طبقه دوم شورای شهر بعد دوباره دوم پنجم هفتم دوم پنجم هفتم اینو به بیام تا یه اثری و موسیقی بخوام یه اثری و تولید بگم الان وقت فکر میکنم خدای چنگیز چی بوده این من اینقدر انرژی که واقعا انرژی بوده افرادی که به هر نحوی خاص فکر کردن که صرفا باید با ما کار کنن ما توانش نداشیم با اونا کار کنیم من که نمیتونم ده تا اندونه با دستم بردارم با طرف کار نکنم شده دشمنم انقدر دارم که حد حساب نداره این میشه شاخه سوم داره داید. آره آه. دایرکت دارم اول جناب آقای رجب پور سرور گرامی قربان شما برم هم. یعنی چیزایی نمیشه که حد حساب نداره بعد رفته جلوتر گفتم آقا کارتو بفرست دفتر مثلا تو جواب دادیم گفتم آقا این کار فاقد خلاقیت های لازم برای سرمایه گذاریه نه بیادبیه نه حرف بدیه به اضافه اینکه شما باید این موضوعات رو بیشتر در خود تقویت کنیم همون زیر همونا نوشته فردی که فلان فلان شده فلان فلان شده بعد این آدم اگه یه کسی هر جای دنیا در مورد ما یه, یه واقعیتی از یه آدم دیگه ای میرسیم به بخش قرارداد به قول خود یه کسی دیگه رفته یه قرارداد سی ساله بسته اصلا من وقتی خودم شنیدم بر اولین بار همین 20 روز یه ماه پیش بر اولین بار یکی سند آورد بالا گفت آقا قرارداد سی ساله میبندن اول گفتم دروغه بعد وقتی قرارداد یکی برام دایرکت کرد به اونی که قرارداد میبنده زنگ زدم چون نیست اسمشو نمیارم گفتم فلانی تو قرارداد سی ساله میبندی بله گفتم بابا طرف بری جا استخدام بشه کمتر از سی سال امکان داره بازنشست بشه <applause> یعنی چی سی سال قرارداد میبندی گفتش که بلش کن گوش نده گفتم بابا تو این قرارداد دفعه آب حیثیت منو میبرن چرا چون یه اتفاقی افتاده ما در ده سال اخیر تعداد آنچه که بهشون میگن تهیه کننده خواننده بیشتره بوی پول اومده توش ولی من, من... همین زندگی میکشم تو کار من پنجاه سالمه اصلا بهتون نمیاد خب میخواین بخواین میخواین نخواین من که بر من فرقی نمی شما 63 سالتون میشه نه نه من بگم بیاد. آقا من میخوام به شما بگم من 18 سال هم بود اومدم تو این کار واقعا به بش... چیز من 49 سالمه سال هاست با ثبت آثارمون در کتابخونه ملی ایران در از یک کپی رایت ایرانیزه شده داریم قوانین کپیرایت از سال 1337 تا الان در ایران جاریه ولی بخش های تمکین نمی کنندش مثل ما این اینکه مثلا تمکین نمیکنن فقط شامل حال ما نمیشه شامل حال تا پخش تلویزیون مثلا پخش فوتبال هم می شده پخش حق پخش فوتبال های داخلی هم میشده جدیدن به این موضوع رسیده ما هم به مرور زمان به این به این اون مرور زمان البته دیگه به ما فکر نکنه قد خوش دو سه نسل دیگه ها با, با توجه به اینکه دارن سی ام او در ایران شکل میگیره یعنی در مجلس داره قوانین مرتبط با سی ام او سی مدیری... ام سازمان های مدیریت جمعیه یعنی اینکه در دنیا این مثلا در کل مثلا اروپا 5 تا سی وجود داره در امریکا یه دونه در کانادا یه دونه اینجوری برای کشور پهناور دنیا یکی یه دونه دارن یا دوتا دارن سی ام ها مؤسساتی مح... هستند که آثار شما هنرمندان رو یا آثار ما تهیه کنندگان رو ثبت بین المللی میکنن و در تمام دنیا در اختیار همه قرار میدن از اون ایرلاین هواپیمایی که شما مثلا فیلم رو نگاه میکنین یا موسیقیش گوش میدین تا موزیکی که در آسانسور گوش میدین یا هر جایی در فروشگاه ها یعنی اینجوری نیست که مثلا در خارج از کشور شما میرین توی فروشگاهی میرین موسیقی داره امبیانس پخش میشه اونو رفته یک اشتراکی داده خریده نمیتونه اونو پخش کنه اون کار سیماست به خاطر این میگم نه انقدر دور نیست که شما بگین به شما نمیرسه قوانین سی ام داره در ایران نوشته شده کارهای کارشناسیش انجام شده رفته مجلس برای تصویب این قوانین تصویب بشه عملا ما وارد چرخه ارزه و تقاضای بین المللی خواهیم شد یعنی جدا از اینکه آثارمون در دنیا ارائه خواهد شد الان داره ارائه میشه من یکی از کسایی هم که به صدا سی ام دارم در دنیا یعنی بخشی یک کمپانی خارجی دارم که آثار ایرانی رو آثار فارسی دنیا آثار ایرانی خودم و دیگر همکارامو در عرصه بین المللی ثبت میکنم و در اختیار پلتفرم های مختلف قرار میخنم. پس یعنی اونا بخوام پخش کنم باید به شما اونایی که آثاری که توسط ما در دنیا ثبت شده بب رو شما بب. بب. از ما می بله. 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 و اون که پرداخت اون وقت به هفتاد... تولید کننده چیزی هفتاد درصدش مال هنرمنده هاست این دیگه قصد قاعده این قواره بینان مللیه هفتاد درصد مال صاحب اثره سی درصد مال کسیه که این کار انجام آن رجب پور الان بس هفتاد سی شد چه لبخند زیبایی هم زدین شما خوشحالم این, جا... <applause> این جریان من هشتاد بیست و هشتاد هم پونزه هم تا عدد یه چیز <applause> <applause> یه چیزایی شنیدیم راجع به قرارداد شما حالا بیاین اینو الان نگه داریم از سر آریان شروع کنیم که خیلی جار و جنجال عجیب غریب بپاشد چند وقت پیش من خاطرم هست مبنی بر اینکه شما سال پیش و اینکه این, که این جریانش میشه یه شفاف توضیح بدین که چی بوده که اینقدر بحث استفاده ای این شدن ازش استفاده نیست آریان الان فعالیت نمیکنه فکر میکنن که ما باعث از بین رفتن فعالیت های آریان شدیم چندین بار اینو توضیح دادیم ببینید چی اتفاق بعد در جامعه افتاده این فضای مجازی علاوه بر که خیلی اتفاق خوبی بوده در دنیا واسه نزدیک شدن آدم ها، نزدیک شدن فیزیکی نه واسه نزدیک شدن شرایط ارتباطی آدم ها با هم دیگه شده ولی ضررهای زیادی داشته خصوصا در کشورهایی مثل ما که هیچ چیزی از قبل آموزش داده نمیشه ما به بدترین شکل از هر کدوم از این پلتفرم‌ها استفاده میکنیم اولین چیز که خیلی جالبه که مردم ما دروغ دوست دارن یعنی خیلی جالب برای من عجیبه که آره آره آدما دروغ دوست دارن انگار اصلا دروغ براشون شیرین تره جذاب تره شما هر چقدر مثلا خیلی جالبه یه کسی میاد میگه که شما آقای پوریا خان قرارداد میبندی 85 خود 15 فلانی جلو جلو راه تو میبنده که ببین نری به هنرمنده دومش میشه تو ها نمیتونه بیاد بگه قبول قبول نکنه باید قبول کنه که 15 درصد میگیره یعنی من یه موضوعی دارم من تو همین دفتر قرارداد از سال 1370 تا الان که سال 1399 الان اینجا وجود داره حالا یه سوال خب چرا آه. هیچ وقت اینه چون, چون شما اینم بگم به نظر من شما آرتیست تهیه کننده ها هستیم چرا آه. این حرف رو میذارم به خاطر اینکه خیلی تصویرتون خیلی اتفاقایی که میفته مثلا اینقدر که ما از شما میشنویم از آقای حسین خانی نمیشنویم اینقدر که از شما میشنویم از آقای خیلی هر کسی. از آقای آره هر کسی نمیشنویم همه یه موضوعی وجود داره این, باشه. این به ما این نوجه هر موقع خواستی یه موضوعی داره این موضوعی داره م. چند وقت پیش یکی یکی پرسید که تو موسیقی مافیا وجود داره یا گفتش بله وجود داره گفتش کیو میشه گفت مصن جاپور گفت دیگه کی گفت نمیدونم این مشکلی وجود داره من ادعایی ندارم بازم با صدای بلند میگم به خاطر اینکه سالها فقط اسم من بوده هر کی میخواد به ذهنش میخواد در مورد یه حرفه مثلا میگن آقا الان توی رستوران مثلا شما پنج رستوران میتونی نام ببری خب هر کی میتونه پنج رستوران نام ببره در هر معلفی پنج تا شیش تا میتونن نام ببرن من برای هم سن و سالهای فعلی فعلی منو نام میبرن ده آخه... سال دیگه دیگه من نام نمیبرم. همون میشه اون نسلی که منو رام میبرن اون نسل نسل نه اون نسلی که اون, اون, اون رام میبرن دیگه ازشون سوال نمیپرسن آخه یه موضوع خیلی موضوع مهمه ببین اولا که الان شما مثلا با یه آقای قرارداد بستین به نام آیا آرمین زارعی. توی آن زارعی. آرمین زارعی آرمین زارعی. ایشون همون آرمین تو اف آرمین تو اف ام سابق حالا من یه سوال از شما دارم اینت میان فلان چی سابق <تصفح> <تصفح> خب <تصفح> چرا کس دیگه ای به ذهنش نرسیده بود یعنی این کارو بکنه شما همین الان که ما قرارداد داریم همین الان که ما داریم قرارداد داریم هفته پیش یه خواننده واسطه شده پیش آقای آرمین زاره ای فلان تایید کننده بود قرارداد ببنده آرمین زاره که پله های معروف شدن و ترقیش خودش طی کرده یعنی هیچ شرکتی رو سرمایه گذاری نکرده خب بیاد و بره زیر بار یک قرارداد سی ساله و 15 درصد بگیره کدوم عقل سلیمی آقای پوریاخانی خانی رو میپذیره چرا مردم ما دوست دارن که دروغ دوست دارن که دروغ باور کنن حامد همایون درست شد حامد و زنده و حاضر من دارم سریح جلوی تا دوربین دارم حرف میزنم برین با حامد همایون معتیز کنین برین با حامد همایون مصاحبه کنین بگو حامد همایون تو چقدر درصد میگیری؟ بعد آقا اگه حامد همایون از این درصد ناراضیه که میگیره خب من نباید این حرفا رو بزنم حامد همایون الان چل شسته قراردادش چل شسته قراردادش وجود داره همین پشت این درس قرار دادن برم بیارم, بیارم. بیارم. <applause> شما نمیتونین من باید برم بیارم باید. یا اینکه مهیار بره بیاره محیار رو من رو صدا کنیم بره, بره, بیارم. بره بره بیاره آره بله چرا نه صداش کنم الان بله. مهیار رو صدا کنیم آقا مهیار بله خب بله خدا شاهد این بل فلم دا هست غیر از اینه نه. با هم گاب مندی خدا وکیلی بله. آره اصلا آره. محیار مهیار زحمتی بکش زنکن مشکی رو تو از باف صندوق بیار یه چیزایی توش هست که لذت ببری <تصفيق> 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 <محیار>, محیار الان قرار داد و میاره من نباید این کارو بکنم ما یه بندی در قراردادمون داریم که من اجازه ندارم از مثلا به من اجازه داده نمیشه از افشای این قرارداد ببخشید قراردادم افشا کنم من تا مهیار من تازه فهمیدم که من تازه شنیدم که بعضی موقع قراردادهای به این مثلا قرارداد عجیب غریبی هم بسته شده ببینیم جالبه ببین هر کدوم از این بردگاری گایی بیرون یه قرارداده ها حالا جبور کلن با چند تا خواننده قرارداد داریم خیلی خیلی زیاد خب مال سالهای مختلف دیگه نه نه مثلا تو همین الان در حال حاضر چند تا خواننده قرار داد فکر میکنم با ده ده, ده تا خواننده چند وقتی که باشون قرار داد کدوم دوربین میبینه این دوربین میبینه این قرارداد بین شرکت فرنگونیای تنه شرقی تاریخ قرارداد 1 12 1394 پیوست پنج برگ طرف دوم آقای حامد محمودزاده معروف حامد همایمون درسته هم. تا اینجا این بند یک صفحه فقط در مورد مبالغ مالی هست خب شما دقت کنین قرارداد در قرارداد از سال آه سال اول قرارداد ما هیچ وقت هیچ پولی ازش در نمیاد شما به نمایندگی از همه مملکت قرارداد از زمان عملیات شده چند درصد؟ سی درصد. درسته. درسته, درسته, درسته. درسته. بلا فاصله بعدش شده چقدر؟ 45 درصد. بله. درسته. پنج درسته. درسته. بره. بعد بعد 49 درصد. درست. بقیه این هم مفاد به این قرار داده. این امضا و اثر امضا و اثر انگشت حامد همایون در تمام بندهای این قرارداد این قرارداد اگه یک روزی من مدیر عامل سنف تولید آثار موسیقی هم. قراردادی نمیوندم که اگه یه روزی در محضر دادگاه فقط این بندهای این قرارداد خونده شد من خجالت بکشم من سی سال آبروی خودم رو درگیر یه عددی نمی کنم که بخوام توش خجالت بکشم من تا قرارداد به کسی نشون ندادم ما درست همیدین این یه قرارداد و حالا همه این قراردادها همهشون تیپن و یه شکلن و اما هنرمندهایی مثل حامد همایون هستند که دارای پتانسیل بودن ولی پله های ترقی رو توسط شرکت ما پیمودن بعضی از هنرمندها هستند که قبل از اینکه با ما عقد قرارداد بکنن قبل از اینکه با ما قرارداد ببندن اه. اه، طرف اه، چیه همه میشناسنش اون آدم اون پله های ترقی رو لازم نیست پر کنه در میرسه به همون سال سوم چهارم در جا میشه 49 درصد وقتی سوال اینجا مطرح میشه به جز شما مثلا همین آرمین زارعی بله اه... چجوری شما با اون قرارداد بستین یعنی خب مطمئنا خیلی دیگه میخواستن قرارداد ببندن ولی شما تونستین جوابشو میون کلامت من اصلا نمیگم چرا مجوز گره. نه, اصلا نه, اصلا باید مجوز ایرا... بگیرن همه نه. بعضی خب... معتقدم نباید مجوز بگیرن اون دیگه مشکل خودشه ولی من میگم چرا شما تونستین از... چون نه. این که نه من میگم آقا چون میگم آرمین زاره ای رو حداقل 10 تا شرکت تولید موسیقی بهش پیشنهاد دادن با اونا قرارداد ببنده هیچ کنون از اونا مریض نبودن ناقص العقل نبودن که بخوان برن با آرمین قرارداد ببندن و مجوز نگیرن این که آرمین امروز آثارش تحت لیبل ترانه شرقیه به خود شخص خودش بستگی داره دلایلی که با من قرار داد بسته رو یه جایی بیان کرده دفعه بعدی هم شما باش قرار مصاحبه بزنین همین سوال ازش بپرسین بگین آقای آرمین خان اول از طرف من این سوال بپرسین آقای آرمین خان علاوه بر محسن رجب پور با, با چند میبنید. نفر دیگه ای امکان قرار داد بستن داشتین پس جواب این در میاد اون چند نفر میتونستن مجوز بگیرن دو چرا با محسن رجب پور قرار داد بستی؟ اون بگه. ببین اینا در دوران نوجوانیشون ن... ش... یا نمیدونستن یا نمیخواستن بدونن یا به هر علتی به خاطرون دور آرمین زاری شروع فعالیتش به 16 سالگیش 15 سالگیش برمیگرد شما بعد ب... بچه 15 16 ساله زیر 18 سال میشه بچه 15 16 ساله چه توقعی داری که فکر کنه امروز میخواد بره مجوز بگیره مخصوصا در یک جن با یه جنسی از موسیقی رو کار کنه که یکی مثلا بهش این مجوز نمیدن دیگه از این بیشتر دیگه نمیخواد دیگه آرمین زارعی دو سه ماه مونده به چهار سال فعالیت نکرد یعنی میخوام به این سوال بپرسم آخرش یعنی علاوه بر دورانی که براش دادگاه تعیین کرده علاوه بر اینکه در سطوح مختلف قوه قضاییه ایشون پروندهش بررسی شده و منجر به حکم جریمه و هزار تا اتفاق دیگه ای افتاده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به چهار سال این آدم رو در دوران گذر دوران تنبیهی نگه داشته و اما سوال من مسئول محترم کسی که اعتقاد داری که چرا به آرمین مجوز دادید جواب منو بدین این آدم باید چی کار کنیم باید چی کار کنیم با این آدمه این آدمه که فقط هنرمند باید باید چی کار کنیم من رو میدم بکشیمش بهش مجوز ندیم از ایران بره بیرون و یا بهش مجوز بدیم در چارچوب کار کنه اگه بکشیمش نظرتون که خب این کار ما نیست اگه اجازه بدیم مثل امیر تطلو بره بیرون باید بپذیریم که آنچه که در ایران میشده رعایت کنی اونجا رعایت نکنی بید. سخفی چیزی بالا سر دیلم نمیخواد اصلا هم نمیگم کی کار خوب انجام میری کار بد انجام. من قاضی نیستم که بخوام یه چین حرفی رو بزنم هیچ انسانی هم من قضاوت نمیکنم شما هنرمندی آقای پوریا خان دو روز کار نکنی ناراحت میشی دو هفته کار نکنی افسرده میشی یک سال کار نکنی دیوونه میشی چهار سال بده اجازه ندن کار کنی حالا من میپرسم بعضی از رسانه ها پیروز های متنی رو میخوندم طرف انقدر سقرا کبرا کرده بود انقدر چیزهای مختلف رو به هم وصل کرده بود اون تایش یه خط بنویسه آی چرا به فلانی مجوز دادی به من بگین ما نه ما با این آدم ها باید چیکار کنیم با امثال این آدما با آدمایی که الان با الان رو دست موندن با حمید صفت باید چیکار کنیم با رضایار باید چیکار کنیم با امیر تطلو باید چیکار کنیم بگین اتفاقی برای امیر تطلو افتاده برای هیچ انسانی در ایران نیافتاده امیر تطلو رو صد تا قلبش دادن آدم های مختلف هر کی فکر میکرده که وصل به یه جایی بی بریم من ببرم اد اینجا بعدا تهش به مجوز ختم میشه شما هیچ وقت تماسی نداشتیم با،, با, با اون آدم مبنی چرا؟ کن... یه مشکلی داشت ببین امیر تطلو یه اتفاق بدی براش افتاده بود من تهیه کننده موسیقیم اگه من و همکاران به هر کسی زنگ بزنیم ما مسیر درست و اخلاقی این کار رو قانونیش رو بلدیم ببین دفتر موسیقی یه گیری افتاده یه قشری وجود دارن استاندارد موسیقایی این، اون اینجا میبینن. یه دسته جمعیت جوان در جامعه وجود داره که میخواد فراخور سن خودش دیگه عشقش رو با تشبیه به گل و بلبل بل نگه مستقیم به اونی که عاشقشه بگه دوست دارم نگه من تو رو گل زیبایی میبینم اگه یه جمع بدی کردی خار میبینم چون ما قدیم که میخواستیم شعر ببریم ارشاد همه چی بسته آره بوده من. یه جوری این بیچاره دختر معصوم معشوق و به گل و بلبل تشبیه میکردن که خود اون گلبله هم وجود نداشت اصل قضیه هم گم میشد به طور آره <تصفيق> <آفره>. <تصفيق> من دارم یه بار یه بار توضیح بدیم تمام <applause> شو بره الان این جوونه دوست داره سریع حرفشو بزنه خب دوست داره با ریتم امروزی برای خودش موزیک گوش بده حالا این میان در نظر بگیرین یه دسته موزیسین داریم که قائل به هیچ کدام از فاکتورهای و معلفه های موسیقی که اینا دارن نیستن شدی؟ بله. حتی بعضی میپسندن که توی قطعاتشون هر چیزی بگن اه. هر چیز غیر متعارفی بگن حالا دقت کن اونی که مسئول مدیر کل دفتر موسیقیه اونی که معاون هنریه اصلا وزیر ارشاده اصلا ایرانه انقلا... ایران که بذاریم... انقلاب بزنیم کنار اونی که کارش مرتبط با اه... ت... کاری که انجام میده تاثیر میذاره روی تربیت جامعه اصلا کلا کلا همه چی بزنیم کنار یعنی بیایم بگیم آقا نظر فقط اخلاقی دین و حکومت و هر بذاریم کنار این این آدمه یه جایی وایستاده هر تصمیمی که میگیره یا اینا ناراضیان یا اونا قبول ندارن این وسط گیر افتاده چه اتفاقی افتاده بینه اگر جوون جامعه رو براش قطعه مرتبط با خودش با ریتمی که دوست داره و ترانه سریحی که دوست داره رو مجوز نده دو دستی جوون جامعه رو برده داده دست یه دست آدمی که هیچ قاعده ای رو رعایت نمیکنن یعنی چی یعنی اگه ارشاد امروز بیاد و فقط صرفاً موسیقی های جدی مجوز بده درست شدن به شما چی میگم بله؟ صرفاً مثل 20 سال ب... 20 سال پیش از 20 سال پیش به قبل فقط موسیقی سنتی پاپ برو بیرون فلانی برو بیرون اگه بخواد این کار انجام بده این جماعت ابتر میمونن میفتن گیره کی؟ اون قسمتی که هیچ چارچوبی رایت نمی کنن جدیدن فش میدن بله. به شما چی بله. من نمیگم کار خوبی میکنن کار بدی میکنن اصلا به من ربطی نداره خب آقای پوریا خان در ادوار مختلف دفتر موسیقی بر اساس نظر نظرهای مختلف افرادی که در دفتر موسیقی خودکار دستشونه برای تصویب شعرها یا موسیقی های دفتر موسیقی این تلورانس بالا پایین میشه و یه جمله رو به عنوان نتیجه و ختم این که مبحث به شما بگم هر چقدر که دفتر موسیقی خروجی که داشته به بدنه عام جوون جامعه نزدیکتر بوده شکاف بین خواست جامعه و حکمرانی نزدیکتر شده و شکاف بین بی اخلاقی و اخلاقی هم نزدیکتر شده و هر چقدر سختتر و به اصطلاح کمتر مجوز دادن و به اون قسمت ایدئال نزدیکتر شدن شکاف بین خواست دولت و حاکمیت با مردم بیشتر شده و اتفاق ضررش چیه وقتی این شکاف بیشتر میشه این جوون جامعه گرایش بیشتری به موسیقی های یعنی این گوشه میشنوه خب خواستش رو از اون قسمتی تأمین میکنه خب که خود حاکمیت یا چشش روش میبنده یا میخواد بگه وجود نداره ولی وجود داره یه روزگاری برای تولید یه قطعه موسیقی باید میرفتی ده تا مجوز میگرفتی تا بدی تو استودیو ضبطش کنی امروز شما با یک کامپیوتر خونه با همین آیپد که جلوی منه میتونی موسیقی تولید کنی میتونی تو موسیقی منتشر کنی الان در یک پارادوکسی تو یک خلعی گیر کردیم که اونی که این جواب میدونه من دارم حرف درست میزنم میدونه که از دست دادن این آدم ها اخراج کردن اینا رو از سرزمین مادری خب عوارض خطرناکی داره الان عوارض خطرناکی چیزهای دیگه است از این به این آدم ها های چند میلیاردی چند ده میلیاردی یعنی پیشنهاد میلیون دلاری میدن که آقا بیا بیرون بیا اونجا چیکار میکنی بیا اینجا هر کاری دلت خواست بکن خب ماهی میلیون دلار هم بهت میدیم بابا میدونی عددش یعنی چی میدونید داریم با در مورد چه پولی حرف زنیم؟ پس بپذیریم جواب بدین مسئولین محترم طرف و اون پوله رو چشم بسته روش مونده توی مملکت مونده اینجا به عشق این که برای جوون این مملکت برنامه اجرا کنه مونده اینجا که حس و از تو چشم جوون این مملکت تو کنسرتش ببینه به این مجوز ندیم چی کارش کنیم بکشیمش اخراجش کنیم یا در چارچوبش مجوز بدین همین این جواب و همه ارگان هایی که معتقدن به هیچ کدوم از اینا نه فقط آرمین خب آرمین مرد مرد و زنده شد تا مجوز گرفت این حق و ناسه. من چون ده بار این حرف رو با صدای بلند وسط ارشاد زدم گفتم اصلا به من مجوز ندین به هر کی میخواین مجوز بدین ولی به اینا مجوز بدین ده ها نفر تو این وسط افسردگی گرفتن بره. اصلا کلا از موسیقی رفتن بیرون خیلی هم هستن که همچنان اه... اندرخم همین کوچه دقیقا همینطوره متاسفانه چهار سال پنج سال آدمایی هستن که مجوز هنوز نگرفتن یا تموم شدن, شدن. تموم افسرده شدن آقا آقا. آقا به خدا این حق و ناس یعنی این این یه وچی از حق و ناسه اسلام دین بخششه بابا رو آدم میکشه آدم میکشه راه نفس یه انسان رو میبنده میبخشنش شما برای طرف آهنگ منتشر کرده نمیبخشیش اینو به اون قسمتی میگم که نمیبخشن به اون قسمتی میگم که پدر ارشاد در میرن چرا به فلانی مجوز دادی حالا هی برو مدیر کل بیچاره بره بگه آقا این آدم چهار سال منتظره سه سال منتظره ده بار اومده پشت دفتر من گریه کرده بگین به من چیکارش کنم کاری کردم نباید میکردم من نباید بر اساس یکی از بندهای این قراردادها من نباید این قراردادها رو افشا کنم ولی یه چیزی رو بگم من ظرف یک ماه گذشته بیش از 1500 تا کامنت فوش خورد خدای بالا سر شاهده یه دونش حقم نبوده حتی یه دونش نمیدونم اونهایی که اصلا اتفاق بعد افتاده تو جامعه من نمیدونم چرا این کوچولوهای جامعه جوانای 17 18 19 20 ساله های جامعه چرا تحقیق نکرده بررسی نکرده نشناخته فقط توی اون موبایلی که دستشون دارن فقط فوش میدن فقط فوش, فقط فوش میدن هیچ فرقی هم نمیکنه اصلا جریان و چی و چه سن و سالی برد. و چه چیزی هر چی به اسم هر چیزی که میشه با حرمت مقایسه کرد همش هم رفته میگم من 1500 تا فوش خوردم بعد رفتم پیج رو نگاه کردم مثلا سیبیلاش در نیومده بعد چیکار کنیم با این چندین بار چندین بار پلیس فتا پلیس از من خواسته که اینا رو گزارش کنم از کی گفت برای کی شکایت کنم از یه بچه که 15 سالشه از یه آدمی که 20 سالشه آدم ها هرچی بزرگتر شدن حتی اگه سوال تو ذهنشون به وجود اومده معدبانه تر در کامنت پرسیدن بله درست این چون نصیب همتون میشه میفهمید بلد. دیگه من یه جمله میگم از اونی که تولید میکنه به هر قصدی تا اونی که توضیح میکنه این هواشی رو بدون در پیش درگاه اونی که میپرستتش بهش اعتقاد داره از نظر من بده کاره. من اعتقاد به رضایت دارم در زندگی همیشه گفتم وادار کردن منو که ماه گذشته شکایت رسمی بین بکنم اه. از چی؟ از این بابای ببین یه به تو اتهام میزنن این اتهام بله تشویش از عمومی توهین همه اینا تهمت همه اینا بعد نوشتم بر دادگاه من فقط اثبات یه درصدش رو میخوام 99 درصدش نوش جان اه. این موضوعات در قواره بین المللی دارای ضررهای هنگفتیه دور و بریاد از رفیقات بپرس من دو دست آدم دورم دارم آدمایی که منو ندیدن هر چیزی امکان داره در موردم بگن خودم تو جمعی بودم داشتن در مورد مصطفی پور بعد میگفتن بعد فهمیدن منم خودم توشونم منم یه خاطر این شکلی دارم <applause> و آدمهایی که یا با من کار کردن یا من میشناسن تهیه کننده ای که بزرگترین کنسرت های خارج از کشور رو گذاشته از نظر جمعیت بزرگترین کنسرت فارسی زبانی که تا کنون در مورد خواننده های داخل کشور اتفاق افتاده کنسرت حامد اومایون بوده خب حتی میشه گفت بزرگترین جمع ایرانی که تا الان اتفاق افتاده که کنسرت فارسی زبان اجرا کرد چارده هزار نفر. چارده نفر حامده ما. چون ما قبل از اون رکورد 6 هزار نفری بنیامین رو داشتیم آریان رو داشتیم محسن یگانه رو داشتیم منظورم داشتیم نه فقط ما داشتیم یعنی بودم همه این هنرمندایی که دارم نام میبرم مثلا عدد 6000 نفر رو لس آنجلس داشتن اولا یه چیزی وجود داره ما در ایران امکان یه چنین مسابقه رو نداریم که مثلا بگیم آقا یه خواننده امروز میخواد بره کنسرت بذاره ما دا سالن داریم 10000 نفر بره بگه من سالن 10000 نفری گوشم یا سالن 20000 نفری گوشم پس قیاسو میره خارج از کشور برای چی این حرف میزنم این منحصر به فرد برای اینکه بخشی از بزرگی از هنرمندهای ما هنوز پاشون به لس آنجلس نرسیده دوست. پس زمانی شما میتونی نتیجه بگیری اتفاق این اتفاق کی که... میشه قیاسش کرد که همه برن ما کار خوبی که انجام میدیم و خودمون نمیتونیم شو کنیم میتونیم در سوابقمون یادداشت کنیم اه. ما در سوابقمون یادداشت میکنیم میگیم ما با افتخار کنسرت بنیامین بهادری در امریکا ران کردیم اجرا شده 6300 خورده نفر با افتخار کنسرت تور آریان گذاشتیم تور بنیامین گذاشتیم تور احسان خاجمیری گذاشتیم تور بنیامین حامد همایون گذاشتیم همه این اتفاقات افتخار میکنم من افتخار میکنم سه سال مدیر ارکستر ملی ایران بودم ارکستر ملی رو از یک نرم حدود 500 نفر اجرا یعنی فروش 500 نفر اجرا به 5000 نفر اجرا رسوندم اتفاقا ما یه چیز تاریک داریم یک زاویه تاریک خیلی جالب داریم هم. ما اول صحبت ها به شما گفتم 1500 تا حد اقل 1500 تا قطعه تولید کرد بله. همه این هاشیهی که دور من هست مار سی هست مار چل تا قطعه هست اصلا به اون قسمش پرداخته نمیشه ارکستر موسیقی ملی ایران و به هر دلیلی در یک برهه از فعالیت وایستاد و ارکستر ملی به طور کلی منحل, منحل شد یه ارکستری ما درست کردیم با کمک آقای فردین خلدبری به اسم ارکستر موسیقی ایرانیان این ارکستر رفت قطعات مدار صفر درجه و شب دهم ده و به صدای علیرضا قربانی اجرا کرد مسئولین دیدن یه نفر در بخش خصوصی اومده یه ارکستر ملی زده یا مثلا هیچ وقت این قسمت از زندگی ما پرداخته نشده یعنی همیشه فقط خواهن خواهن همیشه هاشیه بوده ماشالله شما قد خوش صحبت هستین همینجوری اینجوری همینجوری همینجوری بعد چه اتفاقی افتاده بعد اون, اون همون گروه تبدیل شد به ارکستر ملی بهش پرداخته شد <تصحنت> شد ارکستر ملی کسی به این قسمت <تصحنت> ما چرا؟ چون اگه کسی به این قسمت <تصحنت> ما پردازه دیگه اون موقع هیچ هنرمند موسیقی سنتی <تصحنت> نمیاد <تصحنت> پای سر هیچ هنرمند موسیقی ایرانی فکر نمیکنه که ما آثاری که تولید میکنیم جلوی ارتزاق و زندگی اونو میگیره به این قسمت نمیپردازم آقای رجب پوری بحث چتر خیسم شد یه چیزی مطرح بود یه عده میگفتن که اول اینکه چند صد میلیون هزینه پخش کار همون چتر خیس شد خیلی به صد میلیون نرسید به 5 میلیون هم نرسیم اون موقع که با 100 میلیون خیلی پول بوده سال 95 خب من خیلی حرفای عجیب غریبی که چند صد میلیون بوده این جریان به اضافه اینکه آها یه چیزی دیگه هم هست که به ماشینا پول میدادین شما که صدای آهنگر رو بزنن صدا روش زیاد کنن و توی حالا جاهای مختلف مثلا تو شمال این ببینیم. نه به این موضوع چی بود ببین مردم به عمق یه چیزی فکر نمیکن یعنی ف... جامعه چا چیزم نره توقعی ازشون نره، ولی اینکه چرا چطرخیز گرفت به این بپردازیم؟ اولا ما پول زیادی باید خیز خرج نکردیم، خیز رو ما به هیچ احدی باز فقط میتونیم خداوند و شاهد بگیریم من ریالی در تمام زندگیم برای کارهایی که خودم بهشون اعتقاد ندارم، من جمله که پول بدیم نمیدونم کارر برن در خونه هنرمنده پخش کنن یا تو خیابون پخش کنن یا چیزای دیگه که خودم میگم شنیدم مثلا اینکه این, این سی دی فروشایی که سر چهار راه هستن ما ببریم سی مون رو ببریم بدیم به اون به یارو بگیم آقا بله تو بفروش بودتونه. آره تو بفروش پولش مال خودت که قطع ما بگیره اصلا تو در تمام زندگی من چنین کارایی نکردم من معتقدم قطعه ای که محتوای قطعه با زمان انتشارش و معلفه های درونی قطعه که الان بهش میپردازم درست باشه این قطعه ولش کنی دم در دفترت ولش کنی خودش میره ایران دور میزنه برمیگره میاد تو قطعه به خودت هم میدن برای خودت هم موضوع این بود بذار به شما بگم نه ما اصلا بپ... این ات... ب... اتفاقا معدود قطعاتی بود که اصلا گرفتنش رفتی به پخش کردنش نداشته ام. این قطعه در پنجمین روز از ماه رمزون سالی منتشر شد که قاعدتا تهیه کننده در ماه رمزون کار منتشر نمیکردن ما هر کاری که انجام میدیم از سال بعدش مد میشه چتر خیز پنجم ماه رمزون سال 95 منتشر شده درست در خلوتی بازار دو حامد همایون خلاف جریان روزگار اون موقع که همه زد جموره میخوندن و به عشقشون میگفتن برو و نباش و نبین نب، نبینم تو فلان و بمان برای حامد همایون یک فرمولی ما نوشته بودیم یعنی با نظر جمعی به یک فرمولی رسیده بودیم که حامد همایون به معشوق میگفتش بیا بیا که در کنار هم روزگار خوشی رو سپری کنیم میگه به به خب به خاطر این موضوع به چه روزیه چه موقعیتیه این از منظر جامعه افسرده اون زمان که فقط قطعات به صورت شکل من قالب قطعات به شکل منفی بودن به یک بار انگار یک جریان متفاوته این باعث شد تا هر کی این قطعه رو تو پلیرش گذاشت باش حالش خوب شه تو وقتی قطعی حالت خوب کنه میخوای بذاری یا بفرستیش برای یکی دیگه که حالش خوب شه فرمول حامد همایون رو به اهمیت به معشوق گذاشتیم یعنی تو ما همه قطعات حامد همایون رو در طول سال 95 و 96 اگر گوش بدین در تمام قطعات داره احترام میذاره و معشوق و یه جای چیز نگه میداره یه جای ایدئال نگه میداره و داره در مورد وصفش میگه یعنی در تمام شعرها دو تا فاکتور اساسی به وجود اومده چون الان دیگه به اصطلاح لو رفته دیگه به گفتنش بیان ولی اون موقع ما به کسی نمیگفتیم که فاکتور موفقیت حامد همایون چیه این بود که در تمام اشعار صد بار من اینو به شاعرمون گفتم یا معشوق روبرو وصف معشوق یا معشوق در کنار وصف یک آینده آینده زمانی یک ساعت خوش یه, س... یه روزگار خوش یه حال خوش حالا در این قطعات در چه زمانی منتشر شده؟ در زمانی که قالب هنرمندها دارن معشوقه رو میکوبن یا میگهش میگن برو برنده اونیه که در ز... اون زمان کاری رو انجام بده که بقیه انجام نمیدن اون به چشم مردم میاد اونی که همه دارن انجام میدن یه اتفاقی میفته یه هنرمند میاد به اسم رضا بهرام تلفیقی از موسیقی پاپ با موسیقی ایرانی آقا از فرداش هر چی قطعه قطع بیچاره میگیره آقا از فرداش هر چی قطعه میفرستن شبیه اونه آقا اون که رضا بهرام هست چرا شما میخواین شبیه رضا بهرام بشین ابی هست چرا میخواین شبیه ابی بشین فلانی هست چرا میخواین شبیهش بشین آقا اون هست اونی که هست هست ازش کپی دو سه چهار نمیخوایم ما آدم داریم امروز من شنیده هم میگه خدا میدونه دیویست میلیون تومن برای انتشار یه قطع پول خرج کرده دیویست میلیون تومن خودش پولدار بوده خرج کرد ولی قطع نگرفته قطع اگه درون خودش جنمی نداشته باشه وسط طلا بذاریش بذاریش این قطعه رو بذاری توی یو اس بی طلا تعویل مردم بدی نمیگیره قطع توش بله جنم ماتنی. داشته باشه ولش کنی دمه در میره تو دنیا دور دور ایرانو میزنه هر روز برای خودت هم به عنوان یه غریبه میفرستنش قطعه باید خودش خودشو ببره جلو این قسمتی که ما انجام میدیم تبلیغ نیست معرفی قطه ما سال 1379 قطعه ستاره آریان رو منتشر کردیم ببین این قطعه کیکو بیسش کیکش عجیبترین کیک اون زمان بود اصلا قطعه منتشر شده بود من از وجد قطعه تصادف کردم خدا میگم دیگه بگیر بریم بگیر ببریم جامعه چه اتفاقی افتاده شما هنه قطعه گوشت رو گوش کنم میگه تیپ 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 همین حالو در مورد قطعات بعدش هم داریم ببین این این دیگه یک فرمول بینون مللیه ما هنرمندهامون با اون سبک و سیاقی که معرفی میشن متاسفانه هی خودشون رو تکرار میکنن به جایی که پوست بندازن و از خودشون یه خود جدیدی ارائه کنن خودشون رو تکرار میکنن درسته خب یه خوبی داشتیم میخون دیوونه هم دیوونه بچت شد فراری هم فراری یعنی شما یه اپسیلون تو شیرین یعنی گفت مثلا شعره رو گفتن این کلمات استفاده کنی گوش تو میبریم یه کلماتی دیگه تو همین قالب چه توقع میبری از مخاطب مخاطب دیگه نمیخواد بشنوه پس یعنی متوجه به این موضوع چون شما عالم آ... به این موضوع هستیم که این اتفاقا داره میفته قاعدتا خواننده های شما باید عمر کاری طولانی تری نسبت ما داریم همین کارو میکنیم شما نگاه کنین ما خودمون خودخواسته حامد همایون رو در طول سال 98 امه. بردیم بیرون امه. تا الان شما دقت کنین الان حامد همایون رینوویت شدهش یعنی باسازی باستازی شدهش اره. داره میاد دیگه همین قطعات آخری که ازش داری میشنوین حامد همایون در هیچ کنم از قطعات قبلی که خونده بوده به روش آخرین قطعی که رو پرده داره نخونده بوده امه. یا قطعات بعدی که ما براش در نظر گرفتیم داره. مثال میزنم حامد همایون در فصل اول رفتارهای کاریش هی دیگه نام یه بخشش بابت اینه که به من میگن که آقا مثلا آرمین زارعی به جمع هنرمندای شما اضافه شده نمیدونم یا امیر عزیزی اومده شما حامد اماینو رو می‌خواید بندازین دور حامد اومایین نمیدونم می‌خواید مف... چیزش کنین دیگه تموم شده شیرهشو کشیدین واقعا این حرفا نیست یعنی شما معتقد به این نیستین کنسرت تعداد بالای کنسرت خواننده رو ممکنه که تموم بکنه نه ببخشید الان هنرمند فرخته رفیق شفیق آقای بهنام بانی در این همه کنسرت میدم کجا افت کرده اونوش برم اینقدر صدا داره خب نه و تا زمانی که شما خودتو تکرار نکنی و خودتو هی چیز کنی بروز کنی سر جاد وایستادی ولی یه موضوعی وجود داره این یه جبره این یه جبره که آدمهای جدید یادتونه قدیم به سن سال خیلی نه. این مداد نوکی داشتیم یه نوک داشت این دوکشو در میاریم تماشا میزدیم تا میرفت یه نوک جدید می اومد الان همون اتفاق افتاده ما تولید آدم جدید زیاد شده مثال ساده براتون میزنم مثلا سی سال پیش خب ما خواننده داشتیم سلام من جمعیت نداشت آفرین خب به وقت ولی یه جمله باشه این همون گوشه سا با همون مقدار با این فرق که قدیم طرف 8 ساعت کار میکرده واقعا 8 ساعت وقت داشته موسیقی گوش بده الان آدم ها دو ساعت هم وقت ندارن گوش بدن بعد اون موقع مجموعا معروف و غیر معروف 50 تا فرصت شنیدن داشته یعنی 5 تا معروف رو بذاریم بغل 45 تا آدم غیر معروف پن... از بین 50 تا فرصت شنیدن باید یه دونه دو تاشون انتخاب می‌کرده امروز از بین 50 هزار تا آره رجب پور شما توی کارهایی که تولید میکنید چقدر بهشون ایمان دارید که به موسیقی داره کمک میکنه من عبد خودم حرفی نمیزنم کلی حرف این چون که هم نظر جایگاه سنفی هم نظر معرف، معرفت، نشون دادن معرفت به بقیه همکارا من قریب به اتفاق همکارای من که من هم یه جزء کوچولو حقیری از همین دوستام هستم همکارم هستم کمک میکنیم اعت... من اعتقاد دارم میدونم خیلی ها اعتقاد دارن ما بخشی از آنچه که هیچکس ب... م... نمیتونه بگه من همه زندگیم و وقف عام کردم مجانی کار میکنم شما بدون حقوق کار هیچ هیچکس بدون حقوق کار نمیکنه آی ملتی که فکر میکنین که یه کسی باید برای شما موسیقی تولید کنه شما فقط گوش بدین یه تیکش رو برمیدارن یعنی ببین فلانی فلان حرف زد من متهمم به بعضی از این حرفا اونی که میخواد اینو جدا کنه غیرت داشته باشه سر تهش هم بذار توش میخوام اینو به شما بگم که ولی هر کسی به اندازه اعتقادش اعتقاد این اعتقاد به حرفس اد به اندازه حرفه گریش کار غیر هن... تجاری میکنه من نمیخوام اسم ببرم من همین الان کلی هنرمند غیر تجاری دارم مثله؟ نمیخوام. مثل میگم نمیخوام ببرم چرا خیلی کار مهم و و یه مثال دیگه میذارم گفتم براتون من کلی کار بی کلام دارم منتشر میکنم هزینه رونماییش و انتشارش و تولید سیدیش هرگز در نمیاد خب آخه این بعضی از این کارهای بی کلام یا از این کارهای فرهنگی که میکنن شرکت ها خب بله. ما هممون هم میدونیم که به دلیل اینه که خب باید یه سری کارهای فرهنگی نه. انجام بشه ده. باید این ای نداره. نیست. نه. اصلا باید نداره چه بایدی داره ده. کاملا دل اج،, اج... نه خیر نه اجبار داره نه, اجبار داره، نه کسی به زور میگه یعنی چی؟ کی میخواد به زور ارشاد بگه که نداریم چنین قاعده تو میتونی همه کارات تجاری تو چرا اون کسایی که الان گفتین رو اسم نمیبرین ازشون نه چون که شاید این ای رضایت دو طرفه میخواد شاید اصلا طرف فکر میکنه تجاریه من فکر میکنم تجاری آه. نیست اصلا این موضوع حریم خصوصی آدم هاست. اه. بله خب ولی آس من کلی دارم میگم. ولی اگر به یکی به من بگه من تجاری نیستم من خیلی خوشحال میشم. به شما شخص شما بگه مثلا تجاری من... نیست ببین یه موضوع این کلمه روش ور داریم. ببین بعضی از موسیقی ها به قول نه تجاری رفیق به من شخ... شخ... نیست، به قول رفیق, شف... رفیق, شف... رفیق شفیق من به قول آقای بروزخان سفاریان رفتیم توی یک مصاحبه دو نفره داشتیم با هم دیگه همین چند ماه پیش من با جدی جودی به کار میوردم از ایشون یاد گرفتم گفت ما دو مدل موسیقی داریم موسیقی تاثیرگذار گذار موسیقی خوشایند حالا داش... داشتیم حرف میزنیم با هم دیگه مصاحبه میکردیم یه موجی هم نشسته بود وسطمون و اینا من گفتم وسطش گفتم او چه واژه‌ای داره به کار میبره ام، واقعا اینطوریه که بعضی از موسیقی ها وظیفه تأثیر گزار... میتونن هر کدوم دوتاشن باشن ها ولی قالب تأثیر گذاریشون میچربه به قالب خوشایند بودن یا تجاری بودنشون ولی بعضی از موسیقی ها صرفا موسیقی خوشایندن و جالب شما بگم هرچی خوشایندتر با عمر کمتر معلومه از لطف شما و اینکه پس به این نتیجه میرسیم که مافیا چی هستن به شما بگم من خودم قلبا این حرفو میزنم اولا اعتقاد به کلم استفاده از واژه مافیا ندارم ولی اگه قرار باشه به اون معنی خودمونی ایرانیزه شده یه مافیا استفاده کنیم جدیدن بهش اعتقاد پیدا یعنی جدیدن اعتقاد دارم شما اعتقاد دارم که وجود داره الان دیگه اعتقاد دارم الان میگم هست مینی شما میگید مافیا <applause> خودم من میگم هست علتش چیه رقابت خب رقابت ناجوان مردانه برای شکار هنرمندی که اسم در آورده اس پیدا کرده یعنی شما میگید مافیا تو خود تهیه کننده ها بین خود بگم هست. من موضوع وجود داره ببین ما جریانی یا موضوع کلاس بندی شده برای معرفی یک هنرمند نونیم یا ناشناخته نداریم خب یعنی این نبش میگن مافیا حتی در ایران هم بهش میگن نه مافیا نه چی درست شد؟ مهم. معدود تهیه کننده های همکارای من دارم که مثل بنده صرفا و غالبا روی هنرمندهای بدون نام کار میکنند بحث رو عوض میکنیم بحث. پس بحث... شد محسن رجبپور اعتقاد به این دارد که مافیا وجود داره دو تا. حالا یه موضوعی وجود داره ما بعضی از هنرمندان رو داریم به هر علتی هنرمند خوبیه کار خوبی تولید کرده هنرمند خوبیه و کار خوبی تولید کرده آه. نمیدونم روزگار خوبی کارش منتشر شده نمیدونم با جریان جامعه تونسته هم خون بشه هم گون بشه و کار بگیره و فلان همه اتفاقا میفته یه دسته آدم برای به دست آوردن او اون دست به رقابت های ناجوان مردانه میزنه من میگم اگه اسمشو بخوای بذاریم مافیا اینه رقابت های ناجوان مردانه آره اون مافیا این نیست بگیم یه چیزی بگم خیالتون راحت کنم این که کاری رو فقط فنانی میتونه مجوز بگیره هر تهیه کننده این حرف و زد ببخشید حرف اضافه زده <applause> چون الان نگاهی که روی تهیه کننده ها هست به خاطر این هاشی ها به مراتب سخت گیرانه تر از یه آدمیه که خودش قطعش ورش رفته تو ارشاد این در هم هست من باز دوباره خودم استثنان میکنم بگم برای من سخت میگیرن بلدی که من به عنوان مدیر سنف مثلا رفتم توی یکی از شوراها به دفاع از همکارام هم گفتم شما دارین خیلی سخت میگیرین الان فقط برای خودم سخت میگیرم و از سال آریان سال 80 و 70 و هشت. هشت بود به. آریانو شما داشتید بعد بنیامین و ما خیلی یارو داشتیم از... از اول که آریان نبوده نه نه اونایی که معروف بودن و هم... و اینکه خیلی همه گیر خیلی کیا بودن ببین اونایی که من دستن در کار جمعی میگم تولید از صفر آ تولید از صفر آریان بوده بابک جوانبخش بخش بوده بابک کی باش داشتین شما هشت و اولین قطعه چی شده مال من دیگه آلبوم چی شده اولین قطعه اولین آلبوم بابک جهان بخش یعنی هشت پنج بود بابک هم هشت و پنج بود اسفند هشت چهار بود اسم القالبومش 85 بود دیگه بابا بجامخشه با یه اومد بیرون با چی شده یک سال بعد یعنی شما هر دو رو با هم دادین بیرون بنیامین شرایطش اینطوری بوده که بنیامین مراحل تولید کارش رو خودش انجام داده بوده اینو از این جهت میگم چون چند جا بیان کرده ایشون ما هم اگه نگیم تفسیر, نا... تفسیر غلط خواهد شد یه چیزی هم به شما بگم در مورد همه این موضوعه هم اینکه چون یه دونه اس... شریک داره ما خودناگه تفاهم به شریک و اتفاق نیفته کلا هر آنچه که در مورد بنیامین حرف زدیم با آقای شریک بودیم ما <تصفح> یعنی اینکه در همه موارد رفیق شفیق و بزرگوار بنده که هم پیش کسفت به نسبت من چون ایشون از باقی مانده تهیه کننده های قبل از انقلابن بسیار من براشون احترام قائلم رفیق خیلی سمیمیم هست اینکه هرچه در این هر مصاحبه یا در اگر چند قسمت شد در مورد آقای بنیامین بهادری ما حرف زدیم که من کمترین تاثیر رو در روی بسرایشون داشتم با آقای آدم شریک بودیم خدا نکردیم این از توی قدم آریان, نشته. آریان نه آریان, قدم اول منظورم قدم اول نه قدم اول باز هم تولید و من در تمام این سالها هی با تجربه تر شدم هی با تجربه تر شدم آریان به نظر من اگه بخوام یک کلمه بگم باز هم علی پهلوان تولدت مبارک آریان حس قالب علی پهلوانه با هنر کم نظیر سیامک خواهانی در اجرا نوازندگی متفاوت ویولون تنظیم نینه و شامنی به اسم پیام صالحی و همراهی بقیه دوستان پس یعنی سال 78 آریان کسایی کارایی هم کردن ولی <applause> نه کسایی که مال در واقع اون داستان بوده بابک و بنیامین و میره تا حامد همایون سال 94 بنیامین آره 94 حامد همایون پس یعنی توی از سال 78 حضور ذهن هم ندارم امکان نیست از این واسه قز قلم افتاده باشن یعنی پس یعنی از سال 78 تا سال 99 این چهار نفر چهار پنج نفر ده. ولی خب امسال تا سال 1400 ده نفر ده نفر امسال میخواد کولا کنی بذاره و شرایط چطور بشه آره ما که فکر کنم تا دیو بهمن درگیر باشیم ولی خب به امیدوارم که این اتفاق بیفته چون خیلی از بچه‌ها همیشه امیدوارانه و همیشه به این فکر میکردن که ما بیایم این کارو بکنیم این کارو میتونه برامون انجام بده آقای رجب پور یا فلان یا فلان این صحبت های ما صحبتی شد بر این داستان که هم نظرشون نظر شما رو به خواننده بدونن هم مدل کار کردن شما رو متوجه بشن هم راستش رو بخوام من هر چقدر سرچ زدم هیچ چیزی از شما پیدا نکردم چنان... که بدونم که هیچ جا هیچ از شما نیست بهتون تبریک میگم اجازه من خیلی جالب ولی که نخواهش من یه تفاقی دیگه میکنم ولی من خیلی زیاد هستن مادم انقدر برام حاشیه درست کرده نه اون حاشیه ها که درسته آره اونا که هست اصلا بله. به اضافه یه چیزی یه چیز دیگه هم من دیروز دیدم که خیلی بی‌نمکه یه ذره مسخره است یعنی بله. ولی اون چیزی که بدون آدم که چه جوری سری اتفاق ها افتاده یا نظر شما یا میدونید همش این بحث های این تیپی بود و اینکه آدم بعضی وقتا این فکر رو میکرد که خب شاید شما خودتون دوست دارید واسه همینم همون اولش پرسیدم که شما شاید خودتون دوست داشته باشید که این اتفاق هیچ انسان با خانواده ای هیچ انسانی که به نظر من سر سفره پدر مادرش بزرگ شده باشه و کمبودی نداشته باشه از خراب کردن خودش از حاشیه منفی درست کردن برای خودش لذت نمیبره مگر قصدی پشتش باشه هدفی داشته باشه من از فرض رو بر این بگیرین که مثلا از اینکه من پیجم به جای سی هزار تا نمیدونم سی هزار تا فالوور داشته باشه هیچ اتفاقی برای من نمیافته درسته هیچ اتفاق مثبتی برای من نخواهد افتاد الا اینکه ذریب پاسخگوی ما رو میبره بالاتر پس کاشکی که مثلا سخت‌تر هم... میشه پس برای ما سخت‌تر میشه یه مثالی میزنم من همیشه به خواننده ها میگم میگم شاعرها به شما اگه شاعری بهت گفته داد خوبه یعنی بیا من برات شعر بگم اه... آهنگساز بهت گفت به به چه صدایی پول بده من برات آهنگ بسازم ولی من اگه بگم به به چه صدایی یعنی بیا من پول خرج کنم تو بخونی تفاوت ما باقی اینه <applause> شما ببین پس من از محسن رجبپور آقا اینا رو فهمیدیم توی قسمت کاری که محسن رجبپور یک انسان بسیار باهوش این نظر لطف شما نه. من اینا رو بسیار باهوش و اینکه دقیقا میدونه چه صحبتی رو کجا انجام بده که همین موضوع باعث موفقیتش شده ضمن اینکه هوشمندانه راجع به کارهاش تصمیم میگیره برای ماهایی که کار هنری میکنیم اینه که آشنا شدیم که محسن رجب پور به چه شکل کار میکنه محسن رجب پور فهمیدیم که خودش مافیا رو حالا چی بود چی چیه رقابت ناجوانانه آ رقابت ناجوان مردانه رو در معرفی یا رقابت ناجوان مردان رو در... یا در معرفی هنرمند خودت یا ندیده شدن هنرمند دیگران در بحث کنندگی میدونه فهمیدیم که محسن رجبپور اعتقادی به مافیای خواننده معروف کردن نداره و اینکه فهمیدیم که در کل محسن, محسن رجبپور ایران... شخصیت شوخی هم داره یک مقدار از این خیلی جدی بوده. من یه توضیح میدم بهتون قابل توجه همه اونایی که این مصاحبه رو میبینن به هر آنچه که مقدسه در تمام طول این مصاحبه تلاش کردم که از صداقت قدمم این برابر نشم تلاش کردم که صفت سراحتی که دارم ازم دور نشه و فقط آرزو میکنم برای اون قسمت از جامعه که ندیده نشناخته در مورد من قضاوت کرده به خاطر حرف دیگران شاید اون کسی هم که حتی در مورد من حرف زده ندونسته زده اونم حلالش میکنم حتی اونی که برای من رفته جمع کرده این برانبر برای من اطلاعات 5 درصد اطلاعات درست یک تهیه کننده دیگر رو با پنج درصد صفت نداشته من ترکیب کردن و باعث شدن آبروی من رفته اون هم شاید ندانسته بوده آرزو میکنم واقعا آرزو میکنم که در مورد همه چی سعی کردم حرف بزنم همه ی حرفایی که در موردم میزنن آرزو میکنم جامعه ما به نقطه ای برسه که اول بدون بعد اظهار نظر انشالله که همیشه همینطور باشه خب این محسن رجبپور کاری <تصفح> 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 به خدا محسن رجبپور تازه غیر کاری آره میشه تعریفش کنی من محسن رجبپور اصلا کار کامل بذاری چقدر خوش اخلاقه چقدر بد اخلاقه چقدر ورزش دوست داره ورزش خیلی چه چیزایی عصبانیش میکنه من آدم جدی ام به شدت آدم جدی ام ولی آدم با برنامه ایم یک اینجوری بگم بهتره یک پدر با برنامه برای همه زوایای خانواده هم. از کوچکترین موضوع تا عمیقترین موضوع از پیش و پا افتاده ترین موضوع تا عمیق ترین موضوع و تأثیر ترین موضوع از اول عمرم تا الان از بشدت به شدت بد اخلاق به یه آدم معمولی تبدیل شدم <applause> خیلی آدم سختگیر و به خودم هم خیلی سخت می گرفتم خیلی آدم سخت گیر و تلخی بودم و تمام دوران کاری و زندگی و نمیدونم تربیتی و همه چیز من آدم سخت گیری بودم پر خودم هم سخت می گرفتم نمیخوام هی برگردم به کار ولی مثلا اینطوری بوده که من میگفتم اولین تیمی که برای کنسرت تهران باید میرفته سر کار مثلا باید اجرا ساعت 6 بعد از ظهر او بوده اولین تیم باید ساعت دو میرفته بعد دومین تیم چهار میرفته منم بعد مثلا 5 میرفتم و من یک میرفتم یعنی <تصفح> 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 قبل از نفر اول <تصفح> <تصفح> همیشه بعد همه تعجب میکنن تو اینجوری کار میکنی ولی باعث میشد من همیشه مثلا شرایطم خیلی منظم تر بوده ولی در مورد محسن رجب پور غیر کاری دیگر هم باید بگن یعنی من این سوالی سی از من نباید اون چیزی که خودتون راجع به خودتون فکر میکنین من تلخیاشو میتونم بگم دیگه فقط تلخیاش آره فقط تلخیاشو میتونم بگم فقط تلاش کردم بعد از یه سالی بعد از یه سن سالی اعتقاد دارم که مردها بعد از چهل سالگی قدم های تکمیل شدن و تازه استپ بای استپ بر میدارن فکر می کنم زندگی من به دو بخش قبل از چهل سالگی و بعد از چهل سالگی در زمینه اخلاق و در زمینه کار بین قبل از سی سالگی و بعد از سی سالگی تقسیم میشه در زمینه چون کار رو گذاشتیم کنار هر آنچه که تا قبل از چهل سالگی احساس میکردم که من بعد از چهل سالگی احساس کردم که اینا رفتار غلطی بوده رو تلاش کردم از چهل سالگی بعد بذارم کنار <applause> چه سختگیری و چه بد اخلاقی و چه نمیدونم خیلی, خیلی تاکید مد... روی این بد اخلاقی خیلی, چرا... مد... خیلی مدت به خشخاش چیز میذاشتم خیلی آدم میلیمتری بودم نمیدونم از بدقولی در مورد نمیدونم ساعت گرفته کسی دیر بیاد که زود بره نمیدونم نمیدونم خیلی نامرتب بودن همه چیز نمیدونم هر چیز در زندگی و البته یکی از پسرام شبیه خودم در همین الان هم شبیه خودم در اگر ترجیح بدید که یه سفر با یکی از اعضای خانوادتون برید کیو انتخاب میکنید من اصلا یه موضوع دیگه دارم من اصلا کلن شاید صفت بدی باشه مثلا سفر دو سه نفری دوست ندارم کلا اصلا آره کلا یه یه جوری مثال بزنم من ام... تقریبا سفر زیر پونزه نفر نرفتم خب حالا پس بذار یه جور دیگه مثال بزن اگه قرار باشه که مثلا امشب با یکی از اعضای خونو... تون خونبادتون... ام... برید یه جا بشینید قهوه بخورید قهوه هم نمیخورم مثلا چای بخوری چای <صلا> <تصلا> این خنده رو بذارید توش بمونه بفهمید oh, <clicant> آرتیست مورد علاقتونو رو میگید بجز کسی که باشون کار میکنید خارج از ایران یکی از کسایی که خیلی دوست دارم از نزدیک ببینمش دارم خیلی تلاش میکنم که براش برنامه بذارم آنجا بوچیلی چون من اعتقاد دارم که علاوه بر زوایای هنریش انسان بارسته ایه. بعد از آرتیست های ایرانی خارج از کشور اونی که من دوست دارم مرده که اون یعنی اونی که به هنرش خیلی احترام میذاشتم یعنی میذارم است دست بعد من معتقدم که یک تکرار نشدنی صحیح. من به زبایه هنریش کار دارم یک هنرمند تکرار نشدنی بوده که پهنای صدا هستن مگه داریم مگه وجود داره از این کسایی هم که هستن فکر نکردم واقعا هنرمندای داخلی هم بخوام بگم هنرمندای غیر از هنرمندای خودم دوست زیاد دارم ام. هر کدی هر چی اخلاقی تر بیشتر دوستشون دارم این اخلاقی تر آدمایی که زندگیشون چند بودیه دیگه یعنی هم میخونن هم یعنی هم آرتیستن هم خوش قلبن هم در غم مردم هستن هم در خوشحالی مردم هستن هم آدم های کمک کنین دیگه منظورم کمک کنن این که من معتقدم آدمیزاد یه قلب بقیه چیزا بهش آویزونه اینها رو خیلی دوست دارم دیگه دارم دیدم از این آدم ها کم ندیدم و دوستشون دارم اگه بخوام اسم بگم باید بشینم فکر کنم که اینو گفتم اونی که جا نهیم درست خب نه دارم زیاد دارم دیگه خیلی رفیق دارم, دارم تو هنرمنده بعد برای من خیلی خیلی شما بگم این که مم. شاید از قسمت کاری اومدیم بیرون من همکار خیلی خوبم هم زیاد دارم هم. همکار محترم زیاد دارم این خیلی مهم همکاری که اخلاق مداره زیاد دارم همکاری که هرگز روی هنرمند دیگران فکری نکرده زیاد دارم اینو که دیگه میتونه اسم ببرید اگه خب بخوام اسم ببرم یه اتفاق دیگه میفته دیگه اونی که اسم نبرم فکر میکنه که واژه این واژه نیست ولی چقدر کار شما سخته نه آره ولی حالا معنای چیزی هم دارم به اصطلاح سمت موقتی هم دارم در سنف به که نخوام همه 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 همه, همه دوستانی دوست. که میشناسین عضو سنفن بله. هر کسی رو شما میشناسین عضو سنفن به همشون به یک اندازه احترام میذارم همشون رو دوست دارم آرزو موفقیت برای همهشون میکنم قلبا قلبا و قلبا خودشون میدونن من عضو معدود همکاراییم هم برای تک تکشون که با چی میگن با خلوص نیت نه با خلوص نیت با نمیترسن راسه. از این آه. که هنرمندشون جلوی من باشه نمیترسن از این که من هنرمندشون رو جایی ببینم ولی خیلی هاشون از اونه که میترسن که خدایی نکرده در باشگاهی در مهمونی در دور همی جایی یه تهیه کننده باشه و هنرمند اونه که باشه خود اینایی که من میگم همه دوستان من الان میدونن من دارم در مورد کیا حرف میزنم واقعا واقع. شما همه خودتون میدونین الان را دارین راجع به چی حرف میزنین مثلا نه 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 میترسن شما. که نه میدونن که مثلا ما... مثلا آرتیست آقای حسین خانی اگر پیش کی باشه قرش میزنه در واقع شما این همه الان صحبت کردیم برای 17 18 نفر گفتیم ما 70 میلیون نفری چی متوجه <تصفح> <تصفح> نه 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 17 نفر <تصفح> 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 چیه برای 100 مثلا 100 تا شرکت تولید موسیقی درست حالا ان که همه <affiliated> آه، بس آه، okay. شما بسی... تو این همه فعالیت و تو این همه کاری که دارید انجام میدید وقت میکنید اصلا فیلمی ببینید یا آره میبینید ها آخرین فیلمی که دیدید چه تاریخی بوده چه زمانی بوده آه... خوشبختانه خوشبختانه یه uh, مهیار دارم که چیز uh این اجبار هر هفته است آه هفتگی فیلم میبینید هفتگی اصلا نه سریال مثلا سریال بینید شما شده الان دارید سریال میبینید من هر سریال هست دیدم الان ولع سیزن های جدید دارم جدی میگین توصیه خب آخرین میکنم. سریال چیه مانی هیتس آخرین ورژن مانی هیتس بیلیونز که منتظرم این هفته این ماها میاد فکر کنم همین دیگه دو یکی ظرف ده هم. می میاد دیگه الان ما اه. آخر اپریلیم می میاد بیلیون توصیه میکنم نه تو باید تو ولی به همه توصیه میکنم اونایی که کار اقتصادی میکنن همه کسایی که کار استاک مارکت میکنن نمیدونم همه کسایی که دوست دارن که با یک دنیای چند بودی آشنا بشن سریال بیلیونز ببینن بعد از فیلمی که دیدید و خیلی بدتون اومده چه فیلمی بوده چه سریالی بود من سریالی که توش هیجان نداشته باشه بدم میاد ولی حضور روزه ندارم الان چه سریالی دیدم که دوست نداشتم خیلی سریالی دیدم مثلا اول. مثلا یک سریال دیدم سیزن اولش منتشر شده به اسم سی استبل ای اینا چیزایی که دارم بهتون میگم اینا همه در این دو ماه اخیر دیدم با خدا پدر قرنطینه رو بیاموزه <applause> من فکر میکنم که در این دو ماه اخیر من صد قسمت سریال دیدم سی تا فیلم سینمایی بله هر چی در زندگیم وقت نداشتم و ندیده بودم دیدم <applause> بابا چه شبایی و نذاشته ما بخوابیم این سریال این قسمت بعدیش چی قسمت بعدیش قسمت بعدیش من نگاه میکردی وای خدای خورشید اون با برو بخواب برو برم ممنون که وقت گذاشتید ولی برای به منم خیلی برای منم خیلی خوشایند بود این مصاحبه بخشی از ناگفته هامو گفتم خلاف شاید اخلاق قرار دادم و نشون دادم نمیدونم خیلی کارا کردم این کارا رو میدی برای چی کردم برای اینکه بگم آقا اصلا ما هیچ چیز پنهانی نداریم اصلا نه ما الان انقدر دنیای کاری شیشه شده و انقدر آدم تو کارت وجود داره که قرارداد منو به غیر از من از دیگران هم میشده بگیری اصلا کار پیچیده ای نیست مگه تو قرارداد چی می نویسن زنید. چه اتفاقی میفته شما آرتیستی من دارم با یه هنرمند حرف میزنم آقای پوریا خان شما میری زیر یه قرارداد 15 درصدی امضا کنی اصلا میخ اگه بری کارو آقا من به شما میگم دستا دستا بالا هر هنرمندی رفته این کارو کرده هر هنرمندی اگه مجبور شده این کارو کرده خب اخلاقا بیاد من کمکش بدم من برم تی وساطت کنم که نکنن باشین درصد این کارو نکنن این آخرین جمله من واقعا این کار غیر اخلاقیه این میخوام بگم غیر اخلاقیه که آقا چون اینو به من نسبت دادن میگم آقا اصلا من یه چنین چیزی رو قلبن خودم قبول ندارم دوست ندارم پولی رو که باهاش قرار بچه بچم باش بزرگ بشه بچه باش تربیت کنم خرج خانوادم بشه از نارضایتی آدم دیگه دارد شاید مثلا دوست ندارم نم آخرش دراماتیک کنم و به چیز دارم. ولی اصلا این کار غیر اخلاقیه امروز واقعا دم به تله چنین مصاحبه سنگین زدم یعنی برای این آره برای, برای اینکه این خ... بده،, بده بده به خدا بده آرزو میکنم آدم برای ها بلکه چقدر خوب شد که تونستیم ما هم صحبت بکنیم چقدر خوشحالم از این صحبتی که با هم دیگه داشتیم و اینکه امیدوارم یه روزی دوباره بتونیم با هم دست بدیم آشالله. آنشالله, انشالله. قربونتون ما شام در خدمت شما باشیم مخلص شما هستیم شام ما در خدمت, نه خدمت شما نه اختیار داریم شما سرور برمن شام کنم سریال ببینیم الان نه والا الان فکر کنم که دیگه بعد بخوابم واقعا بس دیگه دیگه تکلم آره رو دست میدی نه آقا پس میخواین استارت رفتن رو بزنیم ها بعد چیکار کنیم پاشیم بریم آقا بعد پاشیم بریم بله بله تشریف بیارید مجبوریم چاره این نده میکروفون آه, و... آه ببخشید من آه. خلاصه من هم از روی تشکیل از این برای رد شده بفرخش رفتیم آخ آخ